ابراز انزجار و موج محکومیت از سوی شخصیت‌های سیاسی و پارلمانترهای عراقی علیه دیدار ظریف وزیر خارجه رژیم آخوندی از بغداد. فما بالك بعد اسلامهم اذا كنا مسلمين لا ينبغي ان نجعل. شیخ رافع الرفایی مفتی دیار عراق سفر ظریف به عراق را محکوم کرد و گفت تجاوزی که در حق ساکنان اشرف انجام گرفت باعث شرمندگی انسانیت می شود. دولت مالکی به نیابت از رژیم ایران با اپوزیسیون این رژیم مقابله می کند. دست های تعدادی از ساکنان اشرف را بستند و به آنها شلیک کردند. نظامیانی که این جنایت را انجام دادند همان نیروهای بدنام سوات هستند که در حق عراقیان جنایت می کنند، چه برسد به آنهایی که مخالف رژیم ایران هستند. احمد الوانی رئیس کمیسیون اقتصاد پارلمان عراق نیز در این رابطه گفت هدف از دیدار وزیر خارجه رژیم ایران از عراق پیش بردن طرح این رژیم برای ایجاد فتنه فرقه‌گرایی در عراق همزمان با حمله احتمالی علیه سوریه است. این دیدار مورد استقبال مردم عراق نیست، اعم از اینکه از سوی وزیر خارجه رژیم ایران باشد و یا هر مقام دیگر این حکومت، چرا که این رژیم همسایه است که کارش ضرر رساندن به مردم عراق از طریق قتل و دامن زدن به فرقه گرایی در عراق است. حیدرملا نماینده پارلمان عراق از العراقیه گفت دیدار وزیر خارجه رژیم ایران از عراق در بحبوحه دخالت‌های آشکار رژیم ایران در امور عراق انجام می‌شود. بنابراین جواد ظریف باید درک کند که مردم عراق اجازه نخواهند داد کشورشان عمق استراتژیک رژیم ایران بشود و عراق جزئی از محور فرقه‌گرایی که این رژیم تلاش می‌کند در منطقه ایجاد کند نخواهد بود. هذه الزيارة الذي تم استنكارها وهي ثقيلة على نفوس العراقيين لما لإيران من تدخلات واضحة. عبدالقادر النائل سخنگوی متحسنین میدان رمادی اعلام کرد سفر جواد ظریف وزیر خارجه رژیم ایران به بغداد از جانب مردم عراق محکوم است، چرا که این رژیم شریک اصلی و عامل اصلی خونریزی در عراق است. سفر جواد ظریف در شرایط خطرناکی صورت می‌گیرد و دولت مالکی پیشاپیش کشتار در اشرف را به او هدیه داده است. سفر ظریف دخالت رژیم ایران در عراق است و رژیم ایران با این دخالت می‌خواهد برای حفظ نظام سوریه پای عراقیان را به میان بکشد. امروز مردم عراق و متحسنین الانبار این دخالت را محکوم می کنند و اجازه نمی دهند که استان الانبار معبری برای رفتن شبه نظامیان به سوریه جهت کمک به نظام اسد باشد. قبل حوالی نصف ساعه اجریت لقاء مع سماحت مفتی دیار العراقی شیخ رافع رفاعی و استهل کلامه بالتعلیق على هذه زیاره بمقوله حقیقه غایه فی الاهمیه. سرمد عبدالکریم مدیر خبرگزاری اخبار عراق گفت سخنان شیخ رافع رفاهی مفتی دیار عراق خیلی مهم است. او در مورد سفر وزیر خارجه رژیم ایران به عراق گفت هیچ کس به او خوش آمد نمی گوید. از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب عراق این فرد و رژیمش را طرد می کنند. این دیدار فجایعی بسیار بزرگ به دنبال خواهد داشت که از جمله تصفیه حساب با سازمان مجاهدین خلق است. همین چند روز قبل یک قتل عام بزرگ با همدستی حکومت بغداد در کمپ اشرف رخ داد. هدف از این دیدار هماهنگی در بالاترین سطح و در درجه اول برای پایان دادن به حضور مجاهدین خلق در اشرف است که به معنی زیر پا نهادن همه قوانین بین المللی و عراقی است. نظام ایرانی فی المنطقه وخاصة في سوريا وفي العراق وبالتالي هذه الزيارة غير المرحب فيها. دكتور محمد الشيخلي رئيس مركز ملي برای عدالت در لندن نیز گفت ما از دیدار ظریف استقبال نمی کنیم، چرا که به خاطر ابلاغ دستورات به عوامل خود در دولت مالکی است. بی حامل دو پیام است، اول به بازسازی ائتلاف عوامل رژیم تهران در عراق و دادن فرامین سپاه پاسداران به آنها، پیام دوم این سفر قدردانی از مالکی به خاطر ارتکاب جنایت علیه بشریت در اشرف است.